خط، زبان دست و حافظ افکار. میخی، آرامی، پهلوی، اوستایی، سغدی، مانوی، تنها شماری از دبیرهایی که افکار و آثاری را به زبانهای ایرانی حفظ کردند. و اما خط فارسی همزاد زبان پارسی نوین است. خب خط فارسی اولا سابقه 1300-400 ساله داره با زبان فارسی که بعد از اسلام در فلات ایران، اول در آسیای میانه و بعدا در همه ایران و بعدا در جهان فارسی زبان که بسیار وسیع‌تر از ایران تنها پرورده شد و خط مادری زبان پارسی نوین شد که با پارسی باستان هخامنشی بیش از 1000 سال فاصله داشت و پای دین تازه ای در میان بود. زبان فارسی نه فقط زبان خلق است، بلکه زبان دین اسلام است. با واسطه این خط در آسیای میانه ترک ها به اسلام شریک شدند. اونا زبان مای و زبان ایرانی های ناموختند. خط مای و خط ایرانی ها رو ناموختند. با ادبیات مای و با ادبیات ایرانی ها توجه نکردند. اونها با اسلام با واسطه این خط توجه کردند. برای اسلام در کار بود، برای خواندن قرآن در کار بود این خط. اولش این که حرف های زیادتی بسیار و برای اون که حرفای زیادتی ما آموزیم، ما باید زبان عربی دونیم. به غیر از زبان ما، وقت زبان خودمون میدونیم که زبان عربی رو دونیم، چی در کار است برای ما؟ هیچی نیست. زبان عربی دونستن برای صاحبای خط، برای اون در کار است که ما از قرآن و از ایدئولوژی که وای میدهد دور نرویم. این سخنان پژواک باوری است که در اواخر سده 19 میلادی در میان برخی از روشنفکران منطقه رواج داشت. قبل از اون که انقلاب بولشویکی در روسیه رخ دهد، بعضی از روشنفکران شرق از جمله میرزا فتحعلی اخوندوف و چند نفر دیگر بر این بودند که خط عربی یکی از زمینه‌های عقب ماندگی ماست. بعضی از آنها عقده حقارت داشتند، احساس خودکمبینی، چون می‌دیدند که از کشورهای اروپایی غربی عقب افتاده‌ترند. کشورهای شرق مسلمانی گمانشان بر این بود که یکی از عامل‌های این امر هم دشواری خطی عربی فارسی است. میرزا فتحعلی آخوندزاده، نمایشنامه نویس و متفکر ایرانی عهد قاجار، همین 160 سال پیش تلاش فراوانی برای تغییر خط فارسی و ترکی به خرج داد. اما در پایان عمرش سرود: به اندوه و حسرت مرا روزگار سر آمد در این دیر ناپایدار. به بسیار تدبیرها چنگ زن، بسا بودم از فرط حب وطن. نبخشید سعیم ولی حاصلی، ندیدم در این عصر صاحب دلی. بزرگان ترکان و ایران زمین، همه خفته بودند چون خلق چین. درست 50 سال پس از مرگ آخوندزاده، آرزوی او در ترکیه برآورده شد و خط لاتین جای رسم الخط عربی را گرفت. 2 سال پیشتر از آن در جمهوری آذربایجان. در همان سال 1928، عبدالواحد منظم از شاعران بخارا که در زمره مبلغان شوروی گذار از خط فارسی به لاتین بود، شعری نوشت و خط لاتینی را به آئروپلان یعنی هواپیما و خط عربی را به حمار یا خر ناتوان تشبیه کرد. 1 سال بعد نخستین بار به طور رسمی زبان پارسی به خط لاتین نوشته شد در تاجیکستان و ازبکستان شوروی. 10 سال بعد الفبای روسی جای الفبای لاتین را گرفت. و به قول همزبانان تاجیکی ما میگن 2 بار ما رو بی سواد کردن. یعنی هیچ تاجیکی امروز رو نمیدوند، یا اولا در میان روشنفکران یا به قول خودشون ضیاییون تاجیکستان کسی رو نمیشناسید که با این تغییر خط، 1 بار در سال 1929، 1 بار در سال 1341 موافق بوده باشید. نه خیر، ابراهیم عثمانوف را میشناسم که از روشنفکران شوروی تاجیکستان است و با هر 2 مورد تغییر خط موافق. همشون موافق بودند. هدف در زمان شوروی همه خلق بود، نه گروه انتخابی اون. همه خلق این از کارگر و دهقان هم عبارت است. کارگر و دهقان این مسه میلیون ها کسند، برگزیده ها هزار ها این کمند، برگزیده های به هر چیز کشیدن و عذاب داده آوردن ممکن است. همه یعنی خط روسی برای همه بزودی به خط سواد کردن، خط لاتینی اول یا روسی، اینا امکانات بیشتر داشتند.
اما چهره‌های مطرح آن روزگار تاجیکستان با وجود دو بار تغییر الفبا تا پایان عمر آثارشان را به خط فارسی نوشتند. پس آیا این طرح مخالفانی هم داشت؟ البته مخالف داشت. در مطبوعات همون زمان هم بعضی صداهای مخالفت بلند شد بود، ولی باید در نظر گیریم که چون این امر سیاسی بود، بیش از اون که امر فرهنگی و تمدنی باشد، یک امر سیاسی است و امر سیاسی در کشوری دیکتاتوری چون اتحاد شوروی اون زمان هیچگاه جرأت نمی‌داد که مردم آزاد از این اعتراض بکنند. گرچه که گفتم که صداهای اعتراض هم بودند، ولی خیلی کم و خفیف بودند این صداها. این طبیعی است که یک اراده سیاسی تحمل شده از مسکو بود. اکنون بیش از 80 سال است که تاجیکان آسیای میانه پارسی را به خط روسی می نویسند. تا چه اندازه الفبای روسی و زبان پارسی با هم جوش خورده اند و سازگار شدند؟ پورا موافق است. پورا موافق است به کدام معنا؟ همه آوازی که ما داریم در این خط هست. یا به واسطه الفبای این خط ساختن ممکن است، اضافه کردن ممکن است. طوری که ما در خط عربی 4 آواز خود را اضافه کردیم، در خط روسی 6 آواز خود را اضافه کردیم. یعنی هست همون را اضافه کردم افاده میکند. لیکن چیزی مثبتش اون که در خط روسی از خط روسی ما حرفای رو که به زبان ما در کار نیستند پرتفتیم. در عربی اینا کردن ممکن نبود، چون که باید پرتفتن از قرآن دستکشی نیفاده میکرد. روس ها به ما از جهت ایدئولوژی اومدن، نه از جهت دینی. برای همین خطری از جهت ایدئولوژی اومده کمتر است از اون که به روی دینی بیایند. ولی به دور از دغدغه های دینی و ایدئولوژیک، این تغییر الف با چه نتایجی داشت؟ آقای کمال عینی، فرزند صدر دین عینی، برای من بیان میکرد، میگفت مثلا ما بنا در مفهوم ساختمان و اونطوری که ما در ایران میگیم بنا، این بنا رو با بینا یک جور مینویسیم و اشکالاتی پیش آمده در خط سریلیک که با ماهیت و ذات زبان فارسی که زبان تاجیکان هم هست سازگاری نداره. همسانی نوشته بنا و بینا دیگر چه؟ این خط آسیب خیلی زیاد و عمیق به زبان فارسی ماورانهر زد. این تاثیر را ما تا کنین مشاهده میکنیم. ببینید وقتی که گذار به خط لاتین بود، در اونجا تنها یک انگیزه سیاسی وجود داشت، انگیزه انقلابی بین المللی پرولتریات. ولی در خط روسی دیگر اون انگیزه از بین رفته بود. در خط روسی به هم نزدیک کردن اقوام شوروی، از بین بردن تفاوت‌های ملی و به روس‌ها نزدیک کردن و از سنت‌های گذشته دور کردن مردم در جای اول می‌ایستاد. یعنی در خط لاتین وقتی که می‌نوشتند، تا 10 سالی که نوشتند، اون چیزی که با خط لاتین واژه‌های اختباسی رو می‌نوشتند با صفتیات زبان ما مطابق و موافق بود. ولی در خط روسی اینطور نشد متأسفانه. در خط روسی هر واژه‌ای که از زبان روسی، چی روسی باشد و چی از واژه‌های دیگری اروپایی باشد که به زبان روسی به زبان تاجیکان وارد شد، اون با همان چهوه تلفظ و بیانی که در بین روس‌ها رایج هست صورت مکتوب گرفت در زبان تاجیکی فارسی، متاسفانه. ولی به این هم قناعت نکردند. با الفبای سیرلیک روسی تاجیکی حرفایی رو آوردن که اصلا خاصی زبان مانده بود. یعنی این گونه صداها و صوتها در زبان مردم ما وجود نداشت، مثل ت، ش، ای و غیره. در شعر ادیبان تاجیک زمان شوروی خلل‌های وزنی و قافیه خیلی زیاد است. این هم دلیلش این است که شاعران ما بیشتر حروف الفبای فارسی خود را نمی‌دونستند و یا اصلا کم توجه بودن به اون، و این باعث شد که هم وزن شعرشون خراب باشد و هم قافیه‌هاش خراب باشد. در جستجوگر گوگل دنبال یک کلمه یا عبارت فارسی رو بگیریم به دو خط و ببینیم که چه تعداد مطالب مربوطه به هر کدوم از این دو خط در فضای مجازی وجود داره. مثلا کتابخانی اول به خط سیریلیک ببینیم 30600 نتیجه میده و همین کلمه رو به خط فارسی جستجو میکنیم میشه 11,600,000 نتیجه. در واقع در فضای مجازی درباره کتابخانی یا مطالبی که واژه کتابخانی رو در ترکیب خودشون دارن 379 برابر بیشتر نسبت به مطالب مشابه به خط سیریلیک. اندیشه برانگیزه مگه نه؟ تغییر خط سرنوشت مردمان مسلمان اتحاد شوروی بود.
با این پندار که بدین گونه می شود پیوند میان مسلمانان و اسلام را تضعیف کرد که ظاهرا میسر نشد. اما خودداری از بازگشت به خط فارسی در تاجیکستان هم به نظر می رسد انگیزه های سیاسی و عقیدتی داشته باشد. یکی از وظیفه های خط عربی از بین بردن زبان است. شما که خط عربی دانستید باید شما قرآن کتی اساسا کار کنید. قرآن ها امروز قرآن این قسمی مهمی ترکیبی فرهنگ ما، ولی در عصر 7-8-9 این خیلی نبود که در 7-8-9 و رو به زوری بور میکردند، به کشتار بور میکردند، به خونریزی بور میکردند که باباهای ما رو کشته به جای زبانشون به واسطه خط عربی زبانی دیگر آوردند که امروز ما یا به نام فارسی یا به نام دری یا به نام تاجیکی یا ممکن یکان زبان دیگری هم که باشد که همین معنی دارد اون رو افاده میکنم. یعنی خلق خط عنصرهای زبان دیگر رو آورده در زبان ما بر کرد. اگر این دوام کند و اگر ما بازگردیم باز به همین خط، باز احوال ما بدتر میشود. و برای اینکه به قول آقای عثمانوف احوال بدتر نشود، برای اهل پرسش و تحقیق استدلال میکنند که خط فارسی یا عربی ناقص است، چون برای یک صدا چند نویسه دارد و برای برخی از صداها هیچ. همه خطهای جهان ناقصند. این نقص در هر خطی در یک جایی است و هیچ کسی یک خط موجود و ثابت و تاریخی رو عوض نمی‌کنه برای اینکه به خط درستری برسه. و اگر همین اشخاصی که این رو میگن برن و سعی کنن خطی بسازن، در نهایت مثل ملکم خان میشن که خطی از خودش ساخت، یا کسان دیگری که امروزه دارن آزمایش میکنن این قضیه رو، به هیچ جایی نمیرسه. هوشمندترین کسانی که فکر میکردن باید خط فارسی عوض بشه، خودشون بعدن فهمیدن که فرانسه یا انگلیسی یا هر زبان اروپایی دیگر رو که بخونن بسیار تلفظ کلمات با اون اشکالی که روی صفحه ترسیم میشه در خط هیچ مناسبتی نداره و فقط این قدرت یادآوری و حافظه افرادی که میگه daughter میشه داتر به اصطلاح، میدونید اینا در حالی که همون دختر فارسی است و خیلی فارسی کمتر این نقایصش از مثلا خط انگلیسی. دیگه عملا به این نتیجه رسیدم که کسانی که از تغییر خط صحبت میکنن واقعا ابعاد قضیه رو درست شاید نمیدونن. شاید نمیدونن که ترک ها بعد از قریب به یک قرن که خط ترکی و عثمانی رو تبدیل به خط لاتین کردن، هنوز فقط تونستن 18% آثار قدیمشون رو به خط امروزی خطگردانی بکنن. ناموس. در نتیجه دو بار تغییر خط در تاجیکستان، اکنون بسیاری از روشنفکران این کشور نگران فردای زبان و ملت هستند. زبان رکن اصلی هر ملت است. وقتی که زبان ما آسیب رسیده است، هویت ما آسیب دیده است. یعنی اگر رکن بزرگ هستی ما شکسته است و در حال شکستن و فرو رفتن است، و اگر ما این زبان را از دست بدیم، این زبان را که تا کنون خیلی مسخ شده است از دست بدیم، پس ما همچون قوم از بین می‌رویم. خواسته ای که 32 سال پیش در پایان عمر شوروی برنامه گذار به خط فارسی را رسمی کرده بود، با وجود نامهربانی دولت فعلی با خط فارسی همچنان مطرح است. و این پرسش هم که آیا سرانجام تاجیکان به خط نیای خود رودکی باز خواهند گشت یا نه؟ داریوش رجبیان، BBC.